امروز دوشنبه 30 مقوس سال 1394 هجری خورشیدی برابر با 21 دسامبر 2015 میلادی است. من فتانه فرهود هستم. ارگان‌های امنیتی هرات در صدد پیگیری و تعقیب میانجیگران آتش‌بس میان طالبان مسلح در ولسوالی شنیدند هرات هستند. مسئولان امنیتی در هرات بزرگان قومی و شخصیت‌های بانفوذی که در فروکش جنگ میان طالبان مسلح در ولسوالی شنیدند هرات میانجیگری کردند را پشتیبان مخالفین مسلح دولت می‌دانند. در همین حال برخی از بزرگان ولسوالی شنیدند پادرمیانی بزرگان قومی در برقراری آتش‌بس میان طالبان را به سود امنیت مردم ولسوالی شنیدند می‌دانند. همکارم رسول عظیمی با گزارشی در این مورد. درگیری‌های خونین میان افراد وفادار به ملا اختر محمد منصور و حامیان ملا محمد رسول، دو رهبر طالبان مسلح، هفته پیش با پادرمیانی شماری از متنفذین قومی و فشار فرماندهان برجسته طالبان ولایات هلمند و فراه به پایان رسید. قماندان امنیه هرات پس از برقراری آتش بس میان این دو گروه به شدت از کسان انتقاد نمود که در این میان نقش ایفا کردند. حالا اما این مقام بلند پایه امنیتی در هرات میانجیگران آتش بس میان طالبان مسلح در ولسوالی شنیدند هرات را وابسته به مخالفین مسلح دولت دانسته، بر پیگیری و تعقیب افراد تاکید می‌ورزد که با نشست‌های پیاپی از کشتار بی‌رویه طالبان پیشگیری نمودند. اونا اگر دو گروه اردویش با هم جنگیدن، اونا مخالف دولت بودن، مخالفین دولت بودن. اونا قانون ما را، اتخاذ ما را قبول ندارن، فعلا امو حکومت ما را اونا قبول ندارن، در مقابل ما می جنگن. و کسی که در اونا رفته میانجیگری میکنه یا طرفدار اونا را میکنه، اونا هم در حقیقت توانمون میشه گوید یا با اونا ارتباط داره یا از اونا هستن. در همین حال شماری از بزرگان ولسوالی شنیدند هرات موضع‌گیری قماندان امنیه هرات را برخواسته از ناتوانی نیروهای امنیتی در زمینه تامین امنیت ولسوالی شنیدند دانسته، از وارد شدن تلفات بیشتر در صورت عدم برقراری آتش بس به مردم ملکی ولسوالی شنیدند هرات سخن میگویند. به گفته آنها جنگ میان این دو گروه متخاصم جنبه قومی داشته و باید بزرگان قومی به حل این معضل میپرداختند. اگر قماندان امنیه هرات امروز خود برات میده که به مرکز وانمود بکنه که این یک چند اشخاص چند نفری هستند که خواستند که بشیندن حکومت حاکم نباشه یا قانون حاکم نباشه، اگر بی خاطر بخواهی که خود برات بده، من فکر کنم که انگیزی قماندان امنیه هرات به خاطر قدرت طلبی و به خاطر بقای قدرت از او و بقای کارکردی از او. به گفته آقای ظریفی، نبرد مسلحانه میان شاخه‌های مختلف اقوام بارکزایی و نورزایی از چند سال بدین سو شدت گرفته و تاکنون تلفات سنگین را غیر نظامیان و مردم ملکی متحمل شده اند. هرچند او از هویت افرادی که در این قضیه پادرمیانی کرده اند اظهار بیخبری می کند، اما دخالت بزرگان قومی در رخدادهای از این دست را الزامی می خواند. درگیری ها میان افراد وفادار به اختر محمد منصور و حامیان ملا محمد رسول در ولسوالی شنیدند هرات زمان اوج گرفت که ملا قفور، یک تن از قماندانان برجسته ملا ننگیاله فرمانده وابسته به ملا محمد رسول، از سوی ملا صمد قماندان ملا اختر محمد منصور کشته شد. در این نبرد مسلحانه بیش از 100 تن از طرفین درگیر کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند.